سلام، سه‌شنبه 15 تیر 95 5 جولای 2016 میلادی در مورد 6 موضوع امروز صحبت می‌کنم. موضوع اول اینکه عباس کیارستمی کارگردان و فیلمساز نامبردار ایرانی دیروز بعد از ظهر در پاریس درگذشت. او به عارضه لخته شدن خون و سکته مغزی در بیمارستان درگذشت، در حالی که قبلا 4 بار عمل جراحی شده بود. کیارستمی از معدود کارگردانانی است که ده‌ها جایزه بین المللی رو از آن خودش کرده بود، از جمله جایزه اول فستیوال کان برای فیلم طعم گیلاس. جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری که بعد از 63 روز اعتصاب غذا آزاد شده، احضاریه‌ای رو دریافت کرد بعد از 3 روز از آزادی گذشته که امروز صبح باید به شعبه چهار بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه مراجعه بکنه. میلاد اکبری و علی حمزه‌زاده ببخشید، دو فعال آذری که هفته گذشته در قبل از راهپیمایی روز قدس بازداشت شدند، در زندان اطلاعات تبریز دست به اعتصاب غذا از لحظه دستگیری زدند. این دو فعال مدنی خواستشون این است که بهشون روشن گفته بشه که چرا دستگیر شدن. ظاهرا وزارت اطلاعات برای پیشگیری از فعالیت احتمالی اونها در روز قدس اونها رو دستگیر کرده. اعلام کردن این دو فعال که نه لب به قضا میزنن نه به هیچ سوالی پاسخ میدن. موضوع دوم این که کارگران شهرداری خاش 4 ماهه که حقوق نگرفتن، نامه به آقای روحانی رئیس جمهور نوشتند و در اون تظلم کردند. کارگران شهرداری آزادشهر در استان گلستان هم دیروز صبح یک تجمع اعتراضی جلوی شهرداری داشتند برای مطالبات مزدیشون. 120 کارگر هستند که 3 ماه حقوق نگرفتند. کارکنان اداره راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان هم جلوی منزل امام جمعه دست به تجمع زدند برای نداشتن امنیت شغلی، وضعیت استخدامیشون و پایین بودن حقوق و دستمزدشون. موضوع سوم این که محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، مطرح کرده که آقای احمدی نژاد 3 پرونده در دیوان محاسبات کشور داره که احکامش هم صادر شده ولی هیچ کدوم به اجرا در نمیاد. قبلا در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم بارها دیوان محاسبات اعلام کرده بود که تخلفات مالی صورت گرفته و در بررسی عملکرد مالی دولت صحبت از گم شدن نزدیک به 12 میلیارد دلار تنها در یک سال کرده بودند و ده ها موضوع دیگه که دولت احمدی نژاد مرتکب اونها شده بود. پلیس فتا که مسئول اینترنت هستش عنوان کرده که یک دانشجوی جوان 19 ساله رو دستگیر کرده که مسئول سرقت کردن 20 میلیون کاربر ایرانسل هستش، مشخصات و آدرس و اسم اونها، و مسئول ساختن اون ربات تلگرامی است که برای 20 ساعت اونها رو پخش می‌کرده. موضوعی که البته باور کردنش قدری سخته، به خصوص اینکه آقای واعظی وزیر ارتباطات روز قبل اعلام کرده بود که این یک نهاد مسئول سرقت مشخصات کاربران ایرانسل بوده، اون هم 2 سال قبل.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل هم قطعنامه البته غیر الزام آوری برای اعضا رو تصویب کرده که اگر کشورهایی با اهداف خاصی اینترنت رو قطع کنند، این عمل به مثابه نقض حقوق بشر هست و محکوم. موضوع چهارم اینکه آقای روحانی در خصوص حقوق‌های نجومی بخشنامه‌ای رو صادر کرده، ابعاد مختلفی رو در اون شمرده، از جمله اینکه قانون رو به زودی تسلیم خواهند کرد و مسائلی از این قبیل، و ضمناً ایشون گفته تمام دستگاه‌ها موظف هستند که حداقل و حداکثر حقوق مدیرانشون، حقوق و مزایای مدیران رو منتشر کنند. روزنامه ایران که روزنامه دولت هم هست عنوان کرده که کلیپی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و العربیه سایت تلویزیون عربستان هم اون رو پخش کرده بود جعلی است. کلیپی که در اون نشون میداد هفته گذشته در راهپیمایی روز قدس در اصفهان عده‌ای از مردم شعار سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن سر دادن. روزنامه ایران گفته این کلیپ مال سال 2012 است که روی یوتیوب نصب شده بوده و دوباره با عنوان اینکه در اصفهان بوده پخش شده. دختر آقای ناطق نوری هم در صفحه اینستاگرامی خودش جواب جانانه ای به آقای صادق لاریجانی داده و گفته حرفهای شما یادآوری تلخ سخنان آقای احمدی نژاده که قبلا میگفت، و نکته جالبی رو هم دست گذاشته ایشون و گفته به آقای صادق لاریجانی که اگر آقازاده های مثلا پسر آقای ناطق نوری یا اطراف ایشون کسانی دزد هستند و آلودگی دارن، مسئولیت شماست که دستگیرشون بکنید. باز هم در واقع سرزنشش به شما برمیگرده و اگر هم دستگیرشون نمی کنید، بنابراین باشون برخورد نمی کنید، بنابراین شما دارید اتهام می زنید. موضوع پنجم این که در اطراف بغداد یک حمله با موشک و خمپاره به پایگاه لیبرتی که پایگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران هست صورت گرفته و به گفته سخنگوی این سازمان تلفاتی نداشته و این سخنگو گروه های عراقی شیعه و طرفدار ایران رو مسئول این حمله معرفی کرده. در عربستان هم در قطیف که ناحیه شیعه نشین هست انفجاری صورت گرفته، خودروی منفجر شده ولی هنوز آمار کشته ها و زخمی ها بیرون نیامده. در مدینه هم در پست نگهبانی مسجد پیامبر، مسجد النبی، یک انفجار انتحاری صورت گرفته که فرد انتحاری و دو مأمور کشته شدند. در جده هم به کنسولگری امریکا حمله شده که حمله کننده کشته شده و ظاهرا چند نفر هم مجروح شدند. اما در عراق آمار کشته های انفجار مرگبار داعش به 213 نفر رسیده و دولت عراق 3 روز اعلام عزای عمومی کرده. این در حالیه که در سوی دیگه دولت امریکا فایل معروف به فایل 17 رو منتشر کرده. خبرگزاری اسوسییتد پرس به این فایل دسترسی داشته، منتشر کرده که اسامی 30 تن از افراد سعودی رو که با پرونده 11 سپتامبر ارتباط داشتن در اون اومده، از جمله تعدادی از دیپلمات‌های سعودی. 73 استاد دانشگاه هم در اروپا و امریکا نامه‌ای رو خطاب به آقای بانکیمون امضا کردند که در این نامه به ایشون انتقاد کردن و اعتراض کردن به اینکه چرا اسم عربستان رو از لیست کشورهای عامل کشتار کودکان در سال 2015 بیرون آورده، در حالی که اون لیست عامل
عربستان را عامل کشتار کودکان در یمن به دلیل بمباران‌های هوایی معرفی می‌کند. موضوع آخر این که رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نامه‌ای رو خطاب به مدیریت پرستاری بیمارستان شیراز ابلاغ کرده و در اون خواسته که با بدحجابی پرستاران و پرسنل آزمایشگاه ها و غیره و غیره برخورد آبشاری صورت بگیره. منظور ایشون از برخورد آبشاری نیست که در سلسله مراتب پشت هم همه باید تذکر بدن راجب بدحجابی یا آرایش داشتن و یا مسائل اینگونه. جناب علم الهدا امام جمعه مشهد هم فرمودند زمانی که اروپایی ها بوی از دموکراسی نبرده بودند، زنان در اسلام حق رأی داشتند. لابد میشه قرون وسطای اروپا، البته به ایشون باید گفت تا قرون وسطا عقب نرن. همین 15 خرداد سال 42 یکی از اعتراضات آقای خمینی و تعداد دیگری از مراجع این بود که چرا شاه قرار است به زنان حق رأی بده. اندکی صبر سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.